باز مشوره اخلم. تقاضای مکرر رئیس جمهور افغانستان از پاکستان: ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه، این حرفا حرفای روی کاغذ است، عمل عمل واضح و مشخص ملت افغانستان تقاضا دارد. اشرف غنی پس از ادای نماز جمعه در کابل گفت حملات اخیر در پایتخت افغانستان توسط طالبان طراحی شده بودند که از پاکستان رهبری می شوند و اسلام آباد باید بر علیه این گروه اقدام کند. دی طالبان و مرکز پاکستان ده اوس دی پاکستان دی حکومت ده دی تصمیم وقت را غلی چه حق شای چه زان دی پاره منی پول جهان دی اسلام دی پاره منی او یای دوی تصویر داده چه تنها ای دوی علما پیگی او نور علما پتن پیگی. و اما اینجا در اسلام آباد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به انتقادهای رئیس جمهور افغانستان پاسخ میدهد: ما همه ادعایی را رد میکنیم که گویا گروه حقانی و طالبان از حمایت ما برخوردار هستند و یا با آنها اجازه میدهیم که از خاک ما استفاده کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان برخلاف ادعای کابل میگوید که شمار زیاد گروه‌های شورشی در افغانستان پناهگاه دارند. همه گزارش‌های بین‌المللی و شمول گزارش‌ها از ایالات متحده نشان می‌دهند که بخش بزرگ قلمرو افغانستان توسط چندین گروه تروریستی از جمله داعش، تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار به حیث پناهگاه استفاده می‌شود. مقصر دانستن پاکستان در ناامنی‌های داخل افغانستان منصفانه نیست، مخصوصاً که قلمرو وسیع و حمایت از این گروه‌ها در داخل افغانستان برایشان فراهم است. تنش‌های دیرینه میان کابل و اسلام آباد پس از سه حمله تروریستی در 10 روز در پایتخت افغانستان بیشتر از پیش اوج گرفتند. در این حملات مجموعاً نزدیک به 140 نفر کشته شدند.